الرحمن الرحیم جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. جلسه دیگری رو در محضر شما سروران هستم با روایت دیگر از کتاب نهج الفصاحه، با این مقدمه که رزق و روزی از ناحیه خدای متعال مقدر میشه برای انسان، خصوصا مؤمن نزد خدای متعال منزلت دارد و او دارای شایستگی ها و ویژگی هایی است که ممتاز میکند مؤمن را از میان سایر خلق خدا. خلائق الهی دسته خدای متعال را میشناسند و او را به او کافر هستند. دسته دیگری اصلا خدای متعال رو نمیشناسند و به او اعتقادی ندارند، اما همه و همه سر سفره خدای متعال نشستند. اما مؤمن در این میان هم خدا رو میشناسد و هم به خدای متعال عقیدمند است و او رو میپرسته. اینه که منزلت او پیش خدای متعال بیش از دیگران. مؤمن برای رسیدن به رزق خدای متعال به او دستور حرکت داده که دنبال رزقت برو، اما اینکه آیا او مأمور از هر طریق رزق رو به خودش برسونه اینطور نیست. مقدر کردن رزق برای مؤمن از جانب خداست. مؤمن باید تلاش بکند برای جلب رزق و به دست آوردن و تحصیل روزی. این برای این هست که جامعه در حال حرکت و تکاپو باشه، اما از هر راهی تحصیل رزق درست نیست و آنچه که از راه حرام به دست میاد اون اصلا رزق و روزی نیست، اون وزر و وبال است، رزق نیست. اما خدای متعال طبق این بیان شریف مؤمن رو به گونه روزی می دهد که او خود گمان نمی کند که از کجا این روزی به دست او رسید. ابالله ان یرزق عبده المؤمن الا من حیث لا یحتسب. خدای متعال فقط و فقط می خواد مؤمن رو به نحوی روزی بدهد و رزق او رو به گونه به دستش برسانه که مؤمن اصلا گمان نمی کنه از اون مسیر و مجرا به او چیزی برسه. شما ملاحظه کردید انسان گاهی به سبب اسباب مختلف به جایی وارد میشه و غذایی که باید در منزل میخورد در منزل کس دیگری میخوره، یا به این مهمانی دعوت شده بود از این مهمانی باز میماند و در یک مهمانی دیگری غذا میخوره. حالا این یک نمونه عرفیش رو عرض کرده. گاهی مؤمن تقلا میکنه، تلاش میکنه خود رو به یک سفره‌ای برساند، این مثال عرفیش رو عرض میکنم، اما نمیرسد به اون سفره، بلکه باز میگرده و به منزل میرسد و از سفره منزل استفاده میکنه. اینها همه علامت هایی است که نشون میده رزق و روزی رو خدای متعال مقدر میکند و تلاش بیش از اندازه در این که انسان برسد به اون رزق و حرص زدن در این مسیر کار صحیحی نیست، بلکه تلاش برای فراهم کردن اسباب رزق یک اصل بنیادی برای حرکت چرخهای اقتصادی جامعه است. اما مقدر شدن رزق دست من نیست، اون از جانب خدای متعال. پس بنابراین خدای متعال رزق او معین میکنه و من بندگی میکنم تا این مقدر الهی به من برسد. از خدای متعال میخواییم که همه ما رو عبد مؤمن و بنده با ایمان خود قرار بدهد و از رزق حلال و طیب در دنیا و از نعمت‌های بهشتی در آخرت نصیب همه ما بفرماید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.